قدر من لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله من دیم چه رو جور خوشحاله و سوکاله و سین داده دی الله جل جلاله په فضل او دستاسو د خوشحاله په هیله د ملی یوالی درې سوه د شپیتم پروګرام د ایمان تلویزیون د ځلانده څپو له لارې تاسې مبارک حضور ته دا لیکول غواړم. قدر من لیدونکو لکه تل په شانې غواړم چې په یو مناجات سره دا پروګرام متبرکه کړم. نو دې له کبله اعظم د هرات پیر ته د هرات گازرګاه ته د خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه دیوان ته سلام ته او د هغه نه څو مناجات تاسو ته لولم. وایي لویه خدایه، هر څو چې موږ ګناهګار یو ته بخونکی یې، هر څو چې موږ ګناهګار یو ته بخونکی یې، هر څو چې موږ بدکار یو ته پوښونکی یې. یعنی هر څونه چې موږ بد کوو ته هغه پټوې، سپېڅلې څښتنه، ته لرې د لورینې خزانې، ای بی ساری او بی جوڑی، لطا سر شایی چه موش تیر وطنی را او بکی. خدایا منگ آجز بندگانیو، لمن انسان تیر وطنی سر وحی. نو یوازنی لار تا در بار دی چه دی بخن غختن اوکو او تا پخپل بزرگواری دی منگ دا خطاو نتیر شی. او یا وایی چه خدایا هرگز نکشته خودی مردار است و مبغون کسی که نصیب او از دوستی گفتار است، او را که جان او را که راه جان و دل بکار است، او را با دوست چه کار است. قدمانو لیدون که یعنی انسان تشایی چه دا دخپل د انسان د لاسا جورشی بی بطان تا چنگ سجده کوی، چنگ د دوی نه خواست کوی. یا نعوذ بالله دغه کسان چه اوسه د فرعونیت ادعا کوی، او نعوذ بالله نعوذ بالله زینوی خدایی ادعا کوی، د انسانانو روح قبضی، انسانان نجواند اخلی، دوی تا سجده کول، دوی تا سر تعظیم کول، دلوی خدای نه مخ اړول دی. من د خپل خالق نه هر شی چه غواړو باید هغه نه وغواړو. دا کوچنی کوچنی بوتان، دا تاغوتیان د اوبو زګو پشان دی. هر لحظه دو دوی د چودیدنو امکان ډیر ده. د موږ په لنډ ژوند کې څومره راغلل څومره لاړل، مګر هغه څوک چې تل پاتې دی او همیشه دی، قادر دی، لایزال دی، هغه خدای عزوجل دی. نو موږ هغه دربار ته لاسونه پورته کوو چې ای خدایه، په خپل عظمت سره، په خپل لویوالي سره پر منگ و رحمه او د منگ ملت د دی ستونزو او مشکلاتو سر خلاص کرد. یو دوست لکلی دی چه وی سبینم خدایا، ای ستر چیختنا، ای زلجلالا، دی آسمانو او کائناتو خاونده، پوهیگزم چه ارحام الرحیمینی، بخون که ورکوون که رانیون که گه. خوزه حیرانه ایم چه ستا د صبر کاسه چمرا لویه ده. هر چمرا تا دزغمولو توان لری، داله دی که بلا چه هر چه دزمک پمخ ناخواله، نادوده، وجنه، ورانکاره، فساد،
زد اخلاقی حرکات گوری مگر د قارون او فرعونان نو پشن دوی لمنز نوری ای خدایا دا امون ملت د دې فرعونان نه د دې قارونان نه په پوزه تر رسیدلې خدایا د دوی لاسونه لند که او د خپل دربار نه یو غیبی سوله تلپات سوله د مصیبت زپلو خلکو ته چې خاص د تا لپاره سجده کوي او خاص د تا د دین پیروي کوي خدایا د هغوی په برخه کې دوستانو عزیزانو بل عزیز لیکی چه بیزارم از این طعنه ها گوین که ما مردم با فرهنگ بودیم و هستیم افتخارات تاریخی 5000 ساله داریم و این و آن و این و آن براشفته ام کرد گفتیم از بودیم و داریم یعنی ما از بودیم و داریم خیلی ها شنیدیم اگر قوی ترین میکروسکوپ جهان را هم بکار بریم اکنون کوچکترین مالیکول آن به نظر نمی رسد یا آن فضائل را که قبلا داشتیم اگر با بزرگترین میکروسکوپ ها و تلسکوپ های دنیا ببینیم اثر از اونا دیده نمی شد آنچه که با چشمان ساده ما بدبختانه با وضاحت دیده میشه جنگ است، نفاق است، کینه است، بدبینی است، انتقام جویی است، چاکرمنشی است و توأم با تعظم طلبی و خودخواهی و چه دردناک همه اینها در ما موجود است در گذشته ها انسان ها صرف با زبان می گفتند و او منحیث یک سند روی سنگ مانند روی سنگ نوشته می شد و اونا با مو لفظ خود با مو گپ خود استاد بودند مگر امروز همه چیزها را از ما گرفتند نه به لفظ ما چیز مانده نه به کردار ما و نه به اعمال ما از ما محبت صلح دوستی برادری اخوت صفا و صمیمیت همه را از ما گرفتند ما عفو میخواهیم به زندجانای ددمنش ما بدل شدیم که در تلاش مکیدن و دریدن و زدن و گفتن یک دیگر هستیم مگر هیچ وقت از خود نپرسیدیم آخر تا به کی آیا ما از آن چیزی که داشتیم چی بدی دیده بودیم که آل به این ذلت و این خواری تن در داده ایم آل فقط همه در صدد این استیم که تیغهای آبدار را به دست بگیریم پای برادر خود را زبان برادر خود را دست برادر خود را گردن برادر و گوش و بینی خواهر خود را ببریم و نمی دانیم من حیث انسان چی مباهات با خود می کنیم که ما این کارا را انجام دادیم به خاطر ازی که ما قمندان استم ما این استم و آن استم اگر بزرگمنشی می طلبی باید انسانی عمل کنی او جوهر که خودت به معراج می رسانه او انسانیت است نگذار که او را از شما کسی بگیره و اگر گرفت وقتی که از انسانیت شما خبری نبود دیگه بقیه همه چیز بر باد فناست آخر ما به قرن 21 رسیدیم
ما چقدر از این طعنه ها را بشنویم. گوش در افغانستان بریده میشه، بینی خانم در افغانستان بریده میشه، خانم بیچاره و مظلوم به آتش زده میشه. از این چیزهای بسیار پایین اخلاقی همش در افغانستان است. آخر از این این طعنه ها تا چی وقت ادامه پیدا کنه؟ بیاین که از این زندگی جنگلی، از این زندگی وحشی بیرون برایم، به انسان و انسانیت ارج قائل شویم تا آن چیزی که ما از دست داده ایم دوباره بیابیم. قدرمند لیدونکو، بلحق لیکنه چه ما تا ترلاسه شویده ده نامه سرکشاده ملت افغان به غاصبین زور و زر و قدرت. سپاس مرک بیکران مر خدای را که به ما عقل ارزانی فرموده تا به آن حق را از باطل، خوب را از بد، راست را از دروغ تمیز دهیم. و اگر خطای از ما سر بزند فورا عذر بخواهیم. شاکرم از این که رب الجلیل به ما شعور عطا فرمود تا از آن چیزهایی که ناپسند و نامیمون است ندامت کنیم و از خالق خود و یا از انسانی که آن ناروا را به آن انجام داده ایم معذرت بخواهیم. دوستا، بدانید که هر عملی که انجام می دهیم اون در محک قضاوت مردم شما و از او بالاتر خداوند قاضی حقیقی است و او را مورد قضاوت قرار می ده. خداوند کسی است که از نیتهای دل شما آگاه است. بنابراین خیلی ها واقعی شده که ما از عقل در بسیاری از کارها از عقل کار نگرفتیم، به احساسات رو آوردیم، به جان هم افتادیم، فارغ از اینکه ما به سویه تعلیمی فکر کنیم. هر یکی به شکل از اشکال در صدد ایستیم که چطور به یک برادر خود ضربه برسانیم، چطور اونا را اذیت آزار کنیم، چطور اونا را کم بیاریم. مگر آخر دستاورد این چی؟ آخر تا چی وقت؟ مگر بهتر است که از این مسائل دوران جاهلیت براییم. خداوند به اساس امی چیزایی که در دوران جاهلیت میدید دین نجات بخش شده به اینا، به این مردم عطا فرمود تا برسن خداوند دست بزنن و از این اعمال غیر انسانی و اعمال بد دست بگیرن. متاسفانه طوری که حضرت سید جمال الدین رحمت الله علیه فرمودن، میگه ما در کشورهای اسلامی رفتیم، اسلام یافتم مگر مسلمان وجود نداشت. در کشورهای غیر اسلامی رفتم، در اونجا اسلام بود و مسلمان وجود نداشت. آخر تا چی وقت ما این طعنه ها را تحمل کنیم؟ چرا در خود تغییر نمیاریم؟ چرا تغییر از خود شروع نمی کنیم؟ و اگر می خواهیم که زندگی آرام و مرفع و فارغ از هر گونه درد سر داشته باشیم، باید اولین کاری که می کنیم هر اصلاح را اول از خود شروع کنیم، تحول از خود بیا شروع کنیم، بعد از اون بر فامیل و بر خانواده و بر جامعه و مملکت و در نهایت جامعه اسلامی.
دوستای عزیز، در بسیاری موارد خصوصا از دو قرن به این طرف، در بسیاری موارد مردم از صلاحی که یا از ضعفی که در ما وجود داره از او استفاده میکنه و ما را به جان هم مندازه و ما کورکورانه لاشعورانه تحت گفتار یا نظریات یا خواسته های از اونا میریم و ما را خود به دست خود میکشن. او بی تعلیمی و بی سوادی است. وقتی که یک جامعه را اینا بی سواد نگاه میکنن، میتونن هر عمل را که اینا ضرورت دارن با یک جامعه بی سواد عملی کنن، به خاطر ازی که در او جامعه خیر و فلاح را نمیدانن که چی است. وقتی که تمیز کردن نتانستن، اینا خوب و بد تمیز کردن نتانستن، منافع اولیای کشور تمیز و تشخیص کردن نتانستن، در مقابل بسیار پول اندک اینا خریداری میشن و اینا را علیه برادرش، علیه خواهرش، علیه مادرش، علیه پدرش، علیه هموطنش استعمال میکنه. این فرهنگ جدایی، این به نام فارورد پالیسی یاد میکردن. دوستا از این خاطر است که در افغانستان همیشه شما جنگ های را دیدین که علا شمالی و جنوبی، علا پشتو و فارسی، علا شیعه و سنی، آخر از برای خدا ما چی وقت هوشیار میشیم؟ و آل امو دندورچی های از اونا ایوازه که در صدد اصلاح براین با امان الله خان حمله میکنن، او را گناهگار میتراشن و اونا را با بسیار بیشرمی او را یک حرکت ملی و اسلامی و مردمی میفانن، در حالی که نمیدانن که در پشت از این قضایا کی بودن. و باید که از آب که اگر ختم میشه از چشمه را باید پاک نگاه کنیم، ما درک کنیم که موضوع در کجا است. ما همیشه پشت برادر خود دویدیم مگر نمیدانستیم که کی سبب یا عامل اصلی این بدبختی در جامعه ما میشه. ما باید آب از چشمه پاک کنیم و متوجه شویم که موضوع چی است و چطور ما میتونیم از این بلای خانمانسوز که فقط خود میکشیم، خانه را از بین میبریم، مکتب از بین میبریم و به انسان انسانیت لطمه وارد میکنیم، از این خود نجات بدیم. دوستای عزیز، اکنون بعد از اینکه لطف کردن یادداشت‌های هفته را به ما چیز خودم نوشتم و چیز دوستا ارسال کردن، میرم طبق معمول به یک شعر وطنی و این شعر از جناب عبدالباری جهانی است که او اکنون وزیر اطلاعات و کلتور افغانستان است و ما چون شناخت از این برادر عزیز خود داریم و اونا هم اسناد را من حیث کتاب بر جامعه تقدیم کردن که اونا عاشق کلتور هستند، عاشق فرهنگ اسلامی هستند، عاشق فرهنگ ملی هستند. اگر اینا با وصف امه قدر آثاری که به ملت بجا گذاشته آل بک کرسی وزارت رفته و در صدد اصلاح این مسائل نمی برایه، باور کنین که خداوند سخت از اونا با پرسان میکنه و خداوند به اونا توفیق بده که پا دستهای دشمنان اسلام و افغانستان از مملکت عزیز ما کوتاه کنه. آنچه را که من حیث تهاجم فرهنگی که به مراتب از تهاجم نظامی خطرناکتر و کشندتر و
تباه کننده تر است جلو از او رو بگیره و نگذاره که به نام آزادی بیان، به نام این و آن اصلیت هویت ملی ما از بین بره. در افغانستان حق هر فرد افغان است. دوستان عزیز به کلمات متوجه شوین، حق هر پسر افغان است. اگر در واخان است، قندهار است، هیرات است، پکتیا است، بامیان است، هر جایی که است، حقش است که به زبان مادری خود باید درس بخونه. لطفاً ایر از اونا نگیرین. تحصیلات عالی مسئله بعدی است، مگر تحصیلات ابتدایی پسر ازبک حق مسلمش است که زبان مادری ازبکی خود درس یاد بگیره. قندهاری به زبان مادری خود باید درس یاد بگیره. در اونجا اگر مکاتب میره به زبان خودشان باید بره. اگر ما مدعی وحدت هستیم باید اساسی بدون تعصب کار کنیم و این حق مسلمه، بس خدا به ما داده، جهان به ما عطا فرموده و کل بشریت قبول کرده. دوستان عزیز فکر میکنم که وقت عزیز رسیده که ما یک چند دقیقه از حضور شما موقتا مرخص شویم تا پیامی را که برادر عزیز ما تهیه دیده او با هم شریک بسازیم و بعد از او انشالله بعد از این پیام ما باز به خدمت شما میایم و شعری را که از برادر عزیز القدر باری جهانی صاحب است خوانش میگیریم. تشکر. زندگی خود را با بیمه مناسب با آرامش برسانید. بیمه موتر، بیمه عمر، بیمه خانه و بیمه بزنس. بهترین، مطمئنترین و مناسبترین بیمه با هموطن عزیز شما منیجه عزیزی. اقام بیمه ها را با قیمت های بسیار مناسب از کمپانی معتبر فارمر انشورنس بدست آورید. منیجه عزیزی برای اطمینان خاطر شما برای رهنمایی در قسمت خرید اقسام بیمه ها با قیمت های بسیار مناسب از شرکت معتبر فارمر انشورنس در سرتاسر بیریا و سنترال والی آماده خدمت به شماست. تلفن معلومات 209-688-2834 و همچنان از طریق فیسبوک تماس حاصل نمایید. اطمینان خاطر و سهولت در خرید هر گونه بیمه با منیجه عزیزی. آدرس 474 ویست گراند لاین رود، سویت 110 در شهر تریسی. تلویزیون اسلامی ایمان و بنیاد رقم با افتخار تقدیم می کنند. مجموعه گرانبها و پرارزش زندگی نامه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط دانشمند و عالم فرزانه کشور دکتر عبدالستار سیرت. این اثر ارزشمند که شامل 41 پروگرام و در 8 DVD گنجانیده شده در واقع یک کتابخانه بزرگ سیرت النبی صلی الله علیه و سلم به شمار می آید که شعر و وقایع آن با بیان عظمت و شخصیت بی‌نظیر پیامبر بزرگ اسلام از مصدر اصلی آن یعنی قرآن کریم و احادیث مبارک نبوی گرفته شده. تمام عواید این مجموعه گرانبها به صورت صدقه جاریه از طرف استاد عبدالستار سیرت و تلویزیون ایمان اهدا گردیده است. این بزرگترین هدیه خواهد بود برای شما و خانواده های مؤمن شما.
برای دریافت این مجموعه بی‌نظیر به تلفن‌های 510-894-3784 و یا 510-673-14 در تماس شوید. چشم است و بینا نهان از چشمی و چشم است و بینا فدایت ای همه پنهان و پیدا فدایت ای همه پنهان و پیدا خدای آسمان ها و زمینی خدای آسمان ها و زمینی الهی تو چه زیبا آفرینی الهی تو چه زیبا آفرینی الهی ای زبان ها از تو گویا جهانی از فروت گرم و پویا بکوه و جنگل و صحرا و دریا توی پیدا تر از پیدا خدایا بکوه و جنگل و صحرا و دریا توی پیدا تر از پیدا خدایا شکوفا از تو شد گلهای رنگین شکوفا از تو شد گلهای رنگین مزین از تو شد باغ و بساطین مزین از تو شد باغ و بساطین جهان چون آبشار پرخروشی جهان چون آبشار پرخروشی توی سرچشمه هر جنب و جوشی توی سرچشمه هر جنب و جوشی قدرمانی دیدون که دیر مننه چه پس محمدی آزانه بیا هم منگ سر یاستیم ما تاستا وعده کرده وچه در جناب باری جهانی چه در پختو ادب لپاره نستریدون که حلی زلی کلیم او دیدی هر یو اثر یو در پختو ادب یو دیر لوی اشتامنه گرزی دلیده غوارم چه در اغی در پایکوب در مجموعه نه یو شعر چې غزل دی تاسو مبارک حضور ته ډالۍ کوم هیله مند یم چې سمې وشم لوستلی وایي دا ډېر کاږه کاتبه دی ایمان لره بلا شي دا ډېر کاږه کاتبه دی ایمان لره بلا شي زاهده اس نه چې خلوتونه دی شاشي زاهده هسته نچه خلوتونه دی شاشی پروند لمهرابه بشه پر بلا خوا کگه شوی پروند لمهرابه بشه بلا خوا کگه شوی بیریگم دی کچه که دی لمنزونه نیمه خواشی بیریگم دی کچه که
دل منزونا نیم خواشی نیمگر اشاره ده شیخ سر با سرساتو نیمگر اشاره ده شیخ سر با سرساتو جنون می یاغی نه جنون می یاغی نکه کنا چیغ برسواشی جنون می یاغی نکه کنا چیغ برسواشی سکون دی کتوپان دی عقل نبینی پسترگو سکون دی کتوپان دی عقل نبینی پسترگو مزلی معجزه ده مزلی معجزه ده چه مجنون پکلی لاشی منزلی معجزه ده چه مجنون پکلی لاشی مستی ده مستی ده لیونتوب ده ساراهی را سر چرخی مستی ده لیونتوب ده ساراهی را سر چرخی معذوریم کل لاسم پیاله نیمه خطاسی معذوریم کل لاسم پیاله نیمه خطاسی بیگامه بیگامه سوزیدو تا غلی غلی جریدلی بیگام سوزیدو تا غلی غلی جریدلی لمبه خاموش نکن چه هستی بمی تالاشی لمبه خاموش نکن چه هستی بمی تالاشی گریوان گریوان لایغوار سودا گرو اوشک لپین گریوان لای غواری د سوداگر و اوشک لپین دسترگو پا کچکول کمی د تم پزای پیدا سی دسترگ پا کچکول کمی د تم زای پیدا سی منظور شو جهانی دلی و نویو پتولی کم منظور شو جهانی دلی و نویو پتولی که نصیب لزندان بدنن پوت غواسی نصیب لزندان بدنن پوت غواسی تا شیر جناب بحاری جهانی سیب در ورژینیا که پا یو کال مخ که تقریبا نیجه دو کال مخ که لیکله و پا قلم برکت هیله مندیم چه خدای جهانی سیب تا توفیق ورکی چه هاگا ده ملت ارمان چه ملت خدمت دی ده دوی ده کلتور او ده جب ساتن او بداین ده هاگا ترسرشی دوستای عزیز بعضی چیزا از نظر بسیاری انسان ها یک موضوع فرق میکنه یک دوست عزیز ما یک قسم تعبیر میکنه دوست دیگه ما طور دیگه تعبیر میکنه ما با دیگه مسائل کس اوقدر علاقه ندارم آن چیزی که معیار محک است و پیش روی ما است اما چیزی است که در دستم است و او را میبینم میخوانم و روی از او قضاوت میکنم خواهر عزیز ما لینا روزبه که خبرنگارم بسیار موفق هستند اونا قلم رسا و توانای داره در روز در روی مسائل ملی نظریات خود ابراز میکنه ناگزیر هر نظری دکه ولو خوب ولو بد باشه در جامعه با عکس العملای مختلف مواجه میشه هر موضوع را هر کسی برابر دانش خود برابر زعم خود او را تعبیر و تفسیر میکنه دیروز ایده سر یک موضوعی که خواهر عزیزی ما نوشته بودن براشفته بودن و اونا را محکوم میکردن که اینا در مسائل ملی این طرف و اون طرف میره
که من با او که هیچ کاری ندارم. مگر دو سه دفعه من در این پروگرام ملی یوالی اشعار بسیار زیبای زینا را قرائت کردیم. آله دیدم که یک خانم افغان، یک دختر افغان از 10,000 میل دور از وطن دلش به جوانان کشورش میتپه و میخواه اونا را تشویق کنه، در موفقیت از اونا شادی کنه و در غم از اونا، در جروحات از اونا عشق بریزه. از این خاطر است که خواهر ما لینا روزبه یک شعر در مورد فوتبال برای جوانای فوتبال عزیز کشور ما سروده و ما او رو به خوانش میگیرم. امیدوار هستم که جاوید جان عزیز یک صحنه از فوتبال بگذاره که این شعر به اونا تقدیم شده، این شعر به اونا گفتن. ما اونا رو به خوانش میگیرم. امیدوار هستم که آنچه طوری که خود شاعری از این پارچه توقع دارم، ما اما تو کلمات ادا کنم. اونا میفرمایند که تیم پیروز، تیم ملی فاتح افغانیم، تیم پیروز، تیم ملی فاتح افغانیم، عشق میهن شور ملت مهر بر پیشانیم، شیران میدان از تبار سنگ می بازد به من، شیران میدان از تبار سنگ می بازد به من، گامهایم جوشش پولادین و آهن در وقار، و رهایم صخره های کوه بابا در شعار، زاده آن خاک پاکم کودک جنگ و تفنگ، مرد میدان گشتم از رنج زمان چون پور سنگ، مرد میدان گشتم از رنج زمان چون پور سنگ، مرد میدانم و میدان شور میگیرد ز من، شور میگیرد ز شورم نور میگیرد، شور میگیرد ز شورم نور میگیرد ز من، قهرمان در صلابت قهرمانم بس همین، هر که دارد تاب من آید به میدان این چنین، هر که دارد تاب من آید به میدان این چنین، گر ندانی غیرت افغانیم، گر ندانی غیرت افغانیم، به میدان چون آیی میدانیم، به میدان چون آیی میدانیم. دوستای عزیز، مثل آخری را که خواهر ما در شعر خود استعمال کرده، این یک موضوع بسیار 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 پرمحتوا و یک جمله در ظاهر بسیار ساده، مگر یک داستان بسیار زیاد طولانی داره که خداوند غریق رحمتش کنه. استاد قاسم روح شاد باشه، قبرش جنت الفردوس، و خداوند از تمام خطاهای زو در بگذاره. اون انسان بزرگوار واقعا یک افغان واقعی بود. اونا به علم، به دانش، به ترقی، به اطلاع کشور علاقه مفرد خاص داشت. زمان زمان انگلیس ها بود و انگلیس ها از هر نگاهی که میشدند تلاش میوردیدند که نهضت امانی را
سرکوب کنند. به خاطر که امان الله غازی کسی بود که برای اولین بار گلم استعمار انگلیس از منطقه برچید، آزادی خود برای اولین بار از انگلیس ها اعلام کرد. و وقتی که امان الله غازی توسط شیاطین و دشمنان افغانستان مجبور به فرارش کشور گردید، که خود یک داستان دیگه است دوستا بعضی ها به سادگی مسائل تشریح میکنند، در عمق مسائل وارد نیستند و صرف نظر به خرد خود، نظر به دانش خود حکم میکنند. و روز یکی از سفرهای انگلیس بود یا هر کسی که بود در مجلس آمد و خواستند که استاد بزرگوار، استاد گرانقدر جناب استاد قاسم چیزی بسرایه، استاد قاسم دلش نبود که در ات یک محفلی که انگلیس مقابلش شسته و امان الله خان از وطن رفته چیز بسرایه. مگر ای انگلیس اصرار میکرد که باید استاد قاسم یک چیز بخانه. باز استاد قاسم امی شیر خان که ما به شما وعده میتم که تمام داستان زیر روز دیگه به شما تشریح کنم، به خاطر از اینکه ما چندین دفعه امی داستان در رادیوی وقت و در تلویزیون هم گفتیم و باز از او بخش از انگلیس غیر مستقیم در کنایه فامان که گر ندانی غیرت افغانیم چوب میدان آیه میدانیم، یعنی افغانا مردم میدان هستند. ای منافقت و شرارت و جنگ اندازی و از پشت خنده زدن کار افغان نیست، بناهن مردمو نماینده آنقدر زیر تاثیر رفت که هیچ اندازه نداشت و مجلس بعد از چند اندک چند ختم شد. بناهن چون به میدان آیی میدانیم ای ازمو دوران تا آل گوش زده افغان هاستک. دوستای عزیز، موضوع دیگری را که خدمت شما عرض میکنم، زمانه بسیار بسیار در حق بسیاری انسان ها جفا کرده، مردم ما جفا کرده، آلی دست شدن، واقعیت ها را کتمان کردن، چشم پوشی کردن به خاطر چند پولی بی ارزش. یکی هم شخصیتی که در دوران جهاد افغانستان ترور شد، او خان عبدالغفار خان بود. خان عبدالغفار خان کسی بود که اونا با گاندی یک جای بودن و اینا تبادل نظر میکردن. اینا هم حتی در بعض موارد اگر مبالغه نشه از گاندی هم بیشتر بود. ایدا وقتی که وحشت و کشتن و دست جمعی انگلیس ها را دید، درک کرد که مبارزه مسلحانه جای را نمی گیره، باید یک مبارزه با مقتضای عصر و زمان پیشکش کرد که او مبارزه عدم تشدد است. متاسفانه که ما خوبی خود از قدر نمی کنیم. گاندی آل مجسمش در بازارهای در چوکهای انگلستان گذاشته میشه، در حالی که گاندی بساری کمکار از امان الله خان به دست آوردن و اینا مشترکن گلم استعمار انگلیس بعد از 200 سال از بهارت یا هندوستان جمع کردن. مگر ببینین در افغانستان ای شخصیت ها قدر نشدن، ترور نشدن، ما نتانستیم امی قهرمان خود
در به جهانیان نشان بدیم که ما مردم صلح دوست هستیم. ما شعار ما عدم تشدد است. افغان تا امروز در هیچ عملی تروریستی سهم نگرفته. همیشه قربانی تروریستا خواهی به شکل استیت بوده و یا به شکل انفرادی بوده صورت میگیره. دوستای عزیز ببینین چقدر دردناک است که جهان کور میشه. ممالک بزرگ در مقابل انسان انسانیت یک پردر در بین خود و اونا ایجاد میکنن. ببینین در چند روز گذشته در چند نقطه کشور عزیز ما، اگر جلال آباد است، مزار است، بلخ است، بغلان است، کندز است، شمنگان است، گرشک است، هر جای که است عمله انتحاری میشه و ایده زیاد انسانهای بیگناه ما کشته میشه و کسی که کوچکترین معلومات سیاسی داره یا در مسائل سیاسی میفهمه، اونا میفهمه که همه کسی که در افغانستان ترور میکنه از ممالک هم جوار است. اعاشا، عباطه، تربیه و سنبال شدنش از طریق کشورهای امسایه است و در افغانستان به خاطر عملی ساختن پلانهای شومشان دست به این انتحاری ها میگذاره تا یک فشار سر ملت افغان به وجود بیاره، تا فشار سر حکومات افغانستان به وجود بیاره که آرزوهای از اونا را قبول کنن، برآورده کنن، طبق خواسته های از اونا عمل کنن. ما او روز مصاحبه را شنیدم، اینا با بشرمی تام میگن که سفارت هند در اینجا اونجا شما بسته کنین. ما با هند کدام علاقه ندارم یا کنم وابستگی ندارم، مگر موضوع ایست که ای زمامدار بیخرد افغانه که ای گپه مشنوه چرا در جوابش نمیگه که آقا تو کیستی که با یک مملکت مستقل تو امه تو یک هدایت میتی؟ ببینین دوستا، داوود خان با وصفه که شاید بسیار اشتباهات کرده باشه، مگر در وقتش غرور افغانی رو حفظ کرد، با ژنو گفت که افغانستان یک کشور مستقل است، تو نمیتونی که یک با ما دکته کنی یا ایده بگویی یا اول آن بگویی. ما خود ما در مورد کشور خود تصمیم میگیریم، نه شما. مجلس ترک گفت، شوروی رو ترک گفت و فرداش به افغانستان آمد. آله ببینین دوستا چقدر مایه ذلت و شرمساری با وزارت خارجه افغانستان است که اینا پیشینان از اینا تفنگ که وزیر اکبر خان توسط از اون مگناته نکشته با بچه زیاولق توفه میتن، مگر آل او اولادایشان در مقابل همه تجاوزاتشان مور سکوت به دهن زدن، به اصطلاح عوام به دهن خود تیب بستن. اونا با تمام بیشرمی ادعا میکنه یک جنرال پاکستانی میایه که حمله که در پوهنتون چارسده یعنی پوهنتون پاچاخان صورت گرفته ای از طرف افغان هاست. ببینین دوستا چقدر مایه شرمساری است که افغان ها مقامات کنونی غاصب افغانستان صدای بالا نمی کنه و وزارت خارجه افغانستان یک عکس العمل در مورد نشان نمی ده یا گپ بسیار میانتهی و پوچه از اینا را که خودشان این کار را کرده تا ذهنیت مردم از اوجه که
اونا میخواه که در منطقه خودشان به زبان مادریشان درس بخوانن، او را تحت شعاع قرار بدن. این حمله را سربراه کردن و 19 نفر 20 نفر جوان پشتون در پوهنتون به شهادت رساندن و او طرف و مردم پنجابی و اینا به خاطر به وجود آمدن یک نفرت و تحریک میگن که این کار از افغانستان است و اینا موبایل افغانی استفاده کردن. اونا که هرچی میگن ما با کار از اونا کار نداریم، مگر آیا این حکومت دو سره ما از یک سر صدا میبره یا نمیبره؟ چرا اینا نمیگن؟ از حیثیت افغان دفاع نمیکنن، از حیثیت کشور خود دفاع نمیکنن، از حیثیت مملکت و اداره خود دفاع نمیکنن و به جهانیان نمیگن که اینا همش دروغ محض است. اگر کدام سند دارین بفرمایین به جهانیان ارائه کنین که تا جهانیان بفهمه که این کار کی کرده. بنابراین درد ما ایست که ما چرا نمیتونیم در امین چه قضایا عکس العمل نشان بدیم و این قضایا را رد کنیم. خاموشی ما معنای از این که قبول ادعاست. امیدوار هستم که دیگه وزارت خارجه افغانستان اقدر جبون و بزدل و ترسو نشه که در این مسائل هم هیچ نگویه. دوستای عزیز ببینین، مسئله از حکومت داری است. این گناه خود ملت افغان است که نتانستن کسی را که خواسته های از اینا را جامعه عمل بپوشنه اونا را در رأس قدرت بیارن. میفهمم، میدانم اونجا تفنگ حاکم است، اونجا پول گپ میزنه، اونجا قماندان گپ میزنه، اونجا وارلارد گپ میزنه و اونجا اونا همشان از میلی تفنگ گپ میزنه. مگر اگر ملت این طور قربانی میته که همه روزه 20 30 40 50 نفر افغان کشته میشن، چی فرق میکنه که در روز امین پول لعنتی از اینا را قبول نکنن، مقابل تفنگش بیستن و یک نماینده واقعی خود بخش شورا و یا ریاست جمهوری و اینا روان کنه تا که ما خود ما سرنوشت خود به دست خود تعیین نکنیم، هیچ دایه مهربانتر از مادر به ما وجود نخواهد داشت. توقع نداشته باشین که ممالک بیگانه شما را کمک کنه. باید فشار وارد کنین که این دستگاه حاکم در کابل باید در مسائل ساختار زیربنایی کشور کار کنه، با مردم ما فابریکه جور کنه. ما پروگرامای هنرمند و ایتو چیزا به درد ما در شرایط کنونی نمیخوره. فرزند ما از گسستنگی میمره، از بیدوایی میمره، از بی مکتب که مکتب نداره، قلم نداره، کتاب نداره، معلم نداره، سرک نداره، از او میمره. ما این چیزای تجملی ده که برگزیده آهنگ سال است و فلانیست، این به درد ما در شرایط کنونی نمیخوره. اگر ما 80% او طرف توجه کرده باشیم و یک 20 درجه این طرف توجه کنیم، در او صورت درد نداره. اگر همه چیزای بنیادی و اساسی کشور هیچ مد نظر نگیریم، فقط در میوزیک و رقص و پایکوبی و این چیزا ملت مشغول نگاه کنیم،
و نسل جوان توجهش از علم و دانش به طرف بی‌حیایی راهنمایی کنیم یک خیانت یک جفای بزرگ در حق ملت افغانست. دوستای عزیز، کتاب به دست ما آمد یا در کتابخانه خود موجود داشت که این کتاب راجع به شیرشاه سوری در سال 1334 نوشته شده، آل 94 است که تقریبا 60 سال قبل کتاب نوشته شده. در اینجا راجع به شیرشاه سوری این کتاب مطالبه داره. خود شیرشاه سوری یک زمامدار افغان بود که چقدر مشکلات تحمل کرد و بالاخره به این مقام رسید. وقتی که به مقام رسید گفت که به کسایی را که باعث وزیر و این و آن تعیین کردن گفتن که ما ابدا احدا نشنوم که یک نفر ملت ما از شما شکایت کنه. و او طرف به ملت رو گشتان گفت که ای ملت، اگر کوچکترین خطای از اینا شما سر دیدین به ما مراجعه کنین. او می گفت که نبض جامعه زراعتش است، تعلیم و سواد است، باید ما خودکفا شویم و به دهقان تمام تحصیلات فراهم کرد و نتیجه کار خود در ظرف یک سال دید که این وقتی که به مردم خود، به دهقان و زاره و مردم مالدار کمک کرد و اونا رو به پای خود استاد کرد، در ظرف یک سال نتیجهش گرفت. اونا همیشه تاکید به این میکردن که ملت باید متحد باشه، ملت باید متحد باشه و اتحاد ملت سبب ترقی و رفاه است. و دوستای عزیز، آن چیز دیگه که خود شیرشاه سوری بنیاد گذاشت، او یک دولت با اساس تمدن، یک با اساس قانون بود که تا امروز قانون از اون در هند مریل اجراست و امی هند بامی پیشرفته که آل داره همه تشکیل اداریش از برکت کار از اوناست. دوستای عزیز، پروگرام ما به همینجا خاتمه افت. امیدوار هستم تا پروگرام آینده خداوند همراه شما باشه، خداوند حافظ و ناصر و مددگار شما باشه. من همیشه به شما دعای خیر میکنم و شما هم برای ما دعای خیر کنین. در اخیر میگیم زنده باد ملت افغان، سربلند باد افغانستان عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.